سیدعلی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت، ما هم رسان. آقای شریفی نژاد، وقت شما بخیر. من سلام از شما خدمت شما بینندگان عزیزتون در خدمتتون هستم. بزرگوارید. آقای شریفی نژاد، شما به عنوان فردی که سالها خبرنگار میدانی هستید و از نزدیک فضای جنگ و خونریزی را لمس کردین، در رابطه با زندگی مردم در برخی از کشورها که همواره در وحشت و ترس سپری میشه، از جمله آنچه در سودان جاری است، توضیح بفرمایید. ببینید، جنگ معقولی بسیار ناپسند و بحران آفرینی و جوامعی که همیشه درگیر این بحران هستند و تلفات انسانی که همیشه مشهود و ناظر بوده، چه در تمام گیتی که این جنگ ها بوده، چه در سودان، چه در جنوب لبنان، چه در غزه و چه در سایر کشورهایی که این بحران هست، این جوامع هستن که آسیب پذیرن و این بحران همیشه فعالیت مدنی مردم را هدف میگیره و این جامعه مدنیه که بحران ها هزینه کرده سنگین رو پرداخت میکنه. بله، آیه شریف نژاد، گفته میشه هر دو طرف در کشته و آواره شدن مردم غیر نظامی در سودان مقصرند. این دو طرف دنبال چه چیزایی هستند؟ بفرمایید. ببینید، هم ارتش سودان هم آرسف، هر دو دنبال کسب قدرت و گرفتن قدرت در موازین سودان هستند. حالا از 25 آوریل تا به این بر همین بحران بوده و این همه کشته و تلفاتی که از همدیگه گرفتن و دو طرف هم قدرت رو میخوان و این چیز بسیار و هیچ کنم کوتاه نمیان که بشینن سر یک میز و با هم دیگه به یک مذاکره برسن و این عدم مذاکره باعث شده که تا به امروز این مردم هستن که دارن هزینه‌اش رو پرداخت میکنن. بله، راه حل مؤثر برای پایان دادن به این جنگ خانمانسوز که افراد بیگناه در آن قربانی میشن چیه؟ بهترین راه حلی که مجامع بین‌المللی و مخصوصا شورای حکام سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مؤثر وارد بود، مثل بحران جنگ 7 اکتبر وارد بشن و یک فصل خطابی رو قرار بدن به حال این مردم بیگناهی که در سودان دارن واقعا کشته میشن، واقعا دارن کشته میشن و هیچ رسانه‌ای نیست که در مورد اینا صحبت بکنه و مجامع بین‌المللی باید ورود بکنن و یک آتش‌بسی رو لااقل در اونجا مطرح بکنن که بتونن، چون دو طرف ارتشی هستن، باید این مجامع بین‌المللی ورود بکنن. هیچ راه حل دیگه‌ای نداره به نظر من. تشکر میکنم از شما سیدعلی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت، با ما همراه بودند.